من فکر میکنم که نیروی دریایی سپاه یه برخورد قانونی کرده است هیچ اشکالی نداره ازش حمایت هم میکنیم ما نباید تابع زور باشیم و اینکه هر کاری دیگران انجام بدن و ما بگیم باشه چشم حق با شماست این به نظر من یه چیز منطقی نیستش و اینکه 100% باید مقابله به مصر کنیم و از حق خودمونم دفاع بکنیم من ادعایشون رو یه ادعای صرف این میدونم که خواسته یه چیزی برای خود شهرونداش گفته باشه و این اصلا سندیت نداره چون سپاه واقعا اومد با توضیحات کامل توی تلویزیون هم نشون داد که پهباد ما رفته و سالم هم برگشت این برای افکار عمومی خودشونه به نظر من دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه و اون محبوبیتی که توی اونجا کم شده میخواد با این حرفاش محبوبیتش اضافه تر کنه من به شخصه نه چرا؟ به دلیل که اصلا جنجال و دعوا آخرش چیه میشینیم با همدیگه صلح میکنیم بیا خب از اول بشینیم حرف بزنیم مسئله رو با کلام حل کنیم نه با چک و چونه همیشه شروع کننده اونها هستن یعنی اگر شما حساب کنید نفکش ما در جبل طارق توقیف نمیشد خب هیچ وقت ایران دست به همچین کار نمیزد ایران رو مجبور کردن به اینکه یک عکس العمل نشون بده و ایران هم نشون داده که معمولا تو اینجور مواقع اهل مسامحه نیست این مناقشه من فکر میکنم که در آینده نه چندان دور آینده بسیار نزدیک به پایان خواهد رسید چون که ایران از خودش یک پیام قاطعیت رو صادر کرده یک پیام برخورد متقابل رو صادر کرده با توقیف نفکش انگلیسی من فکر میکنم بزرگترین ضرر رو از ایجاد ناامنی در منطقه خلیج فارس خود کشورهای غربی و انگلیسی خواهند خورد چون که در واقع این منافع اقتصادی اونها است که تو این منطقه داره تامین میشه.